سلام دوستای عزیز، من شیرین صابپور کارشناس مامایی هستم و با 11 قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست ها در مورد اتفاقاتی که تو 40 هفته بارداری برای مادر و جنین میفته صحبت میکنیم، مراحل رشد جنین رو بررسی میکنیم و از باید و نباید ها برای مامانا میگیم. این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن یک زن و همینطور از سایر اپلیکیشن های پادکست بشنوید. بالاخره هفته 11 بارداری هم رسید و شما در حال به پایان رسوندن 3 ماهه اول بارداری هستید. از هفته 11 بارداری به بعد شکمت کم کم برآمده میشه، اما ممکنه هنوز مردم متوجه نشن که شما بارداری. تو این هفته ممکنه علائم عجیبی تو بدنت احساس کنی و حتی دچار احساسات مختلفی بشیم. خستگی و تهوع هنوز باهاته. میدونم خسته شدیم، ولی یکم دیگه تحمل کن، چون چیزی نمونده 3 ماهه اولو تموم کنیم. برای اینکه کمتر نفخ کنی به رژیم غذایی توجه کن و غذاهای نفاخو مصرف نکن. آب و فیبر هم زیاد تو رژیم غذایی داشته باش. برای کم کردن اثر هورمون ها روی رفتارت بهتره ورزش کنی. یوگا یکی از این ورزش‌هاست و بهتره از موقعیت‌های استرس زا هم دوری کنیم. ممکنه گرفتگی پا داشته باشیم. گرفتگی پا به خصوص تو خواب میتونه شما رو اذیت کنه، پس آب زیاد مصرف کن. در طول روز هم پاهات رو دراز کن و مطمئن باش که تو رژیم غذایی پتاسیم و منیزیم کافی رو هم داری. ممکنه خط تیره رو وسط شکمت ببینی که کاملا طبیعیه و به دلیل تغییرات هورمونیه. دائمی هم نیست، اما ممکنه تا دوران شیردهی همراهت باشه. چون پروژسترون و استروژن زیاد میشه، ترشحات واژن هم زیاد میشه. این ترشحات بدون رنگ و بو هستن، اما اگه ترشحاتت بو یا رنگ خاصی پیدا کردن، بهتره به پزشکت مراجعه کنی. کم کم شکمت داره برآمدگیشو نشون میده. خانومایی که بارداری دومشونه زودتر شکمشون برآمده میشه. اندازه جنین تو این هفته قد یه توت فرنگیه. حدود 8 گرم وزن داره و قدش هم حدود 3.8 سانتی متره. خیلی وقتا مامانا به من میگن یه جا خوندیم که اندازه جنین ما تو این سن اندازه آلوه، ولی شما داری میگی اندازه یه توت فرنگی. خب این میوه حدودیه، بیشتر برای ما قد و وزن جنین مهمه. استخون صورت جنین کاملا شکل گرفته و پلکای جنین بسته است و تا چند ماه دیگه هم باز نمیشه. چند تا حلقه از روده هم تشکیل شده. الان دیگه برآمدگی پیشانی هم کمتر شده و اگه جنین دختر باشه تخمدان ها هم در حال شکل گرفتنه. ولی تعیین جنسیت جنین تو هفته 11 هم یه خورده زوده هنوز. حالت بدن شبیه حرف سی انگلیسیه، یعنی خمیده است، ولی کم کم داره صاف میشه. پوستش هنوز شفافه و به همین دلیله که میتونیم ما رگهای خونی رو به طور واضح ببینیم. بعضی از استخونها در حال تشکیل شدنه و ریشه دندانهای کوچیکش هم به تدریج داره زیر لثه ظاهر میشه. جنین تو این هفته لگدهای آرومی میزنه. کش و قوس هم میاد. تو هفته 10 و 11 جنین شروع به دم و بازدم مقدار کمی از مایع آمنیوتیک میکنه که این عمل به رشد و شکل‌گیری ششهاش کمک میکنه. انگشتای دست و پاش کاملا از هم جدا شدن و به زودی میتونه مشتشو باز و بسته کنه. خب حالا بریم سراغ ورزش و تغذیه تو هفته 11 بارداری. هر روز زمانی رو برای ورزش تو این هفته به خودتون اختصاص بدین. اگه میتونی 2 تا 15 دقیقه پیاده روی، یوگا یا ایروبیک رو حتما داشته باش. اگه موقع ورزش خونریزی واژینال، تنگی نفس، سردرد، درد قفسه سینه، ترشحات واژن و یا سرگیجه داشتی یا خدای نکرده از هوش رفتی و ضعف عضلانی داشتی، حتما به پزشکت مراجعه کن. تو این هفته یادت نره که برای رشد مغز جنین اگه میتونی حتما ماهی مصرف کنی.
اما بهتره که بیشتر از دو وعده تو هفته ماهی مصرف نکنی. آب فراوون فراموش نشه و از ترس تکرار ادرار هم سعی کن آبتو کم نکنی. کلسیم تو رژیم غذایی شما تو بارداری خیلی ضروریه و باعث سلامت استخونها، دندونها و کمک به رشد استخون جنین میکنه. اگه کلسیم کافی مصرف نکنی، جنین کلسیم لازمشو از بدن شما تأمین میکنه و بعدها شما دچار کمبود کلسیم و پوکی استخوان میشین. کلسیم مورد نیاز تو از لبنیات و آجیل، مخصوصا بادوم، کنجد، لوبیا، انجیر و حتی اسفناج میتونی تأمین کنی. کلسیم باعث عملکرد بهتر اعصاب و بافت ماهیچه‌ای و تنظیم انقباضات ماهیچه‌ای مثل ضربان قلب جنین میشه. از هفته 11 بارداری تا هفته 13 میتونی آزمایش غربالگری 3 ماهه اول رو انجام بدی که شامل آزمایش خون و سونوگرافی انتی میشه که تو اونها احتمال وجود مشکلات کروموزومی رو بررسی میکنن. خب این هفته هم به پایان رسید. اگه سوالی دارید میتونید تو اپلیکیشن یک زن از متخصصین ما بپرسید. تو قسمت تالار گفتگو هم میتونید با مامانای دیگه که باردارن تبادل نظر داشته باشین و از تجربیات همدیگه استفاده کنید. تا پادکست بعدی، خدا یار و نگهدارتون.